سرخط خبرها. وضعیت استان خوزستان و قرمز قلمداد خواهد شد. درخواست ستاد مدیریت کرونا برای لغو مراسم عید فطر در استان خوزستان. وزارت بهداشت درباره گسترش ویروس در سه استان دیگر هشدار داد. انتقاد دوباره رئیس جمهوری آمریکا از پکن بر سر شیوع ویروس کرونا. ترامپ چین را به قطع روابط تجاری تهدید کرد. جزئیات تازه از حمله به بیمارستانی در کابل. پزشکان بدون مرز میگوید مهاجمان به قصد کشتن مادران و زنان باردار آمده بودند. و یمن در آستانه بحرانی تازه، بعد از جنگ و قحطی و وبا حالا کرونا صنعا را تهدید می‌کند. سلام، به این بخش خبر خوش آمدید. وزارت بهداشت ایران میگوید وضعیت شیوع ویروس کرونا در استان خوزستان همچنان قرمز است. کیانوش جهانپور سخنگوی ستاد مقابله با کرونا درباره گسترش ابتلا به بیماری کووید 19 در سه استان دیگر هم هشدار داده. هشدار سخنگوی این ستاد همزمان شده با برخی نگرانی‌ها در مورد خطرات احتمالی برگزاری تجمعات مذهبی در ماه رمضان و راهپیمایی جمعه پایانی این ماه. محمد امینی گزارش می‌دهد. خوشبختانه تعداد آمار درگذشتگان ناشی از این بیماری هم ظرف 24 ساعت گذشته نسبت به روز قبل اون مجدداً کاهش داشته و ما روند نزولی فوت ناشی از ابتلا به بیماری کووید 19 رو در کشور به نسبت در روزهای اخیر شاهد هستیم. 48 در حالی که سخنگوی ستاد مبارزه با کرونا از کاهش مرگ و میرها بر اثر ابتلا به بیماری کووید 19 خبر داده، به نظر میرسد که ویروس کرونا در ایران از استانی به استان دیگر در حال گسترش است و ظاهرا اصرار مقام ها به جدی نگرفتن قرنطینه حالا استان هایی که زمانی به اصطلاح سفید بودند را در وضعیت قرمز قرار داده. با در خانه ماندن مانع شیوع کرونا شد. در خط مقدم خوزستان در تب کرونا می سوزد، هرچند کیانوش جهانپور سخنگوی ستاد ملی مبارزه با کرونا در ایران میگوید به خاطر تدابیر به گفته او بسیار خوب روزهای اخیر اوضاع در خوزستان تحت کنترل است. شاهد باشیم ولی کماکان وضعیت استان خوزستان و قرمز قلمداد خواهد شد. استانهایی که ممکنه که ما در روزهای آتی با افزایش موارد در اونها مواجه باشیم، پیش بینی میشه استان لرستان، استان سیستان و بلوچستان و عرض کنم خدمت شما که استان آذربایجان شرقی باشه که امروز در حد هشدار حداقل. بر اساس تازه ترین اطلاع رسانی ستاد مقابله با کرونا در شبانه روز گذشته 48 بیمار جان خود را از دست دادند. به این ترتیب مجموع جانباختگان این ویروس در ایران به 6902 نفر رسید. همچنین به گفته آقای جهانپور از دیروز تا امروز 2102 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شده. ایران یکی از بالاترین آمار مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا را داشته، اما به خاطر اقتصاد به شدت تضعیف شده در اثر تحریم‌های آمریکا هیچگاه مثل بقیه کشورهای جهان تن به محدودیت‌های جدی مثل قرنطینه کامل کشور نداد. به تازگی با اظهار نظر آیت الله خامنه ای درباره مساجد و مراکز مذهبی که در آستانه شب‌های قدر صورت گرفت، تجمعات مذهبی با قوت بیشتری ادامه پیدا کرد که هشدارهای زیادی را هم برانگیخت. در این میان دو تجمع بزرگ دیگر در ایران در راه است. عید فطر و راهپیمایی جمعه آخر ماه رمضان که حکومت ایران آن را راهپیمایی روز قدس نام نهاده. محمد امینی، بی بی سی. گفتگویی داشتیم با محمد از اهواز و درباره افزایش نگرانی‌ها از شیوع بیشتر کرونا در خوزستان پرسیدیم. ما در کشور و به خصوص در خوزستان یک شکاف عجیبی وجود داره و یک حس بی‌اعتمادی زیادی هست بین مردم و مسئولین، طوری که مردم اکثر موارد توصیه‌هایی که مسئولین، حتی مسئولین غیر سیاسی مثل مسئولین بهداشتی به مردم میکنن، مردم جدی نمیگیرن و واقعا مثلا میبینیم یه مقداری رعایت نمیکنن شرایط رو. تصور بر اینه که خب اینا مثلا دارن دروغ میگن یا اینکه با مردم صادق نیستن و این حس بی‌اعتمادی هم یه خورده
مزید بر علت شده، یعنی تشدید کرده این شرایط. خب ما مثلا میبینیم این سری اقداماتی جهت فاصله گذاری هوشمند کردن، برای مثال مثلا خیابونای اصلی رو خیلی هاشو مسدود کردن، عرض کنم خدمتون تلفن از تلفن خاص زنگ میزنن، سوالهایی رو میپرسن، ولی خب اینا فایده نداره. یعنی من الان تو خانواده خود من هم یه نفر از بستگانم کرونا گرفت و واقعا تجربه خیلی بدیه. وسایل بهداشتی تو هست در بازار، منتها توان خرید مردم متاسفانه به واسطه تحریم ها توان خرید مردم افت کرد. مثلا شما تصور بفهمید یه شیشه الکل 45 تومانی رو، خب یه نفری که مثلا یه کارگری که مثلا فرضاً ماهی 1 میلیون این 2 میلیون حقوق میگیره، این چطوری بنده خدا چطوری میتونه بره 40-50 تومن بده یه شیشه الکل فقط مثلا بگیره برای ضدعفونی کردن دست، یا ماسکی که مثلا 20-30 تومنه یا چیزای دیگه. یه تصور خیلی غلط وجود داره که خیلی ها میگن که خب مثلا چون خوزستان گرمسیری هست بعد به این لحاظ ممکنه مثلا کرونا زیاد اپیدمی نداشته باشه تو خوزستان. من با اینکه انتظار داشتم که همه تو خونه ها باشن، ولی خب میبینم که بعضی ها رعایت نمی کنن و میان تو سطح شهر، نقاط شلوغ. البته نسبت به روزای قبل بهتره، ما باید منتظر نتیجه تو چند روز آینده باشیم، یعنی یه مقداری شاید هنوزم زود باشه قضاوت راجع به اینکه آیا اقداماتی که انجام شده مؤثر بوده یا نه. من فکر کنم یه تو چند روز آینده مشخص میشه که وضعیت شهر به چه صورته. خیلی خوشبین نیستم که آمار خیلی پایین بیاد. آلمان، بزرگترین اقتصاد اروپا، دچار رکود شده. بحران کرونا و کاهش بی سابقه درآمد باعث شده اقتصاد این کشور در 3 ماهه اول سال 2.2% کوچکتر شود. همزمان چین میگوید در تلاش برای ساخت واکسن کرونا به پیشرفت‌های دست یافته و مرحله نخست آزمایش این واکسن بر روی انسان با موفقیت انجام شده. کمیسیون بهداشت ملی چین روز جمعه اعلام کرد در مرحله نخست این واکسن بر روی 500 داوطلب آزمایش شد. از امروز هم مرحله دوم آزمایش انسانی این واکسن بر روی شمار بیشتری از داوطلبان آغاز می شود. کیوان حسینی گزارش می دهد. کنفرانس خبری کمیسیون ملی بهداشت چین، جایی که در روز جمعه همه منتظر بودند تا خبرهای بیشتری درباره واکسن کرونا بشنوند، و البته این کمیسیون هم ناامیدشان نکرد. در دوره آزمایش‌های بالینی تا کنون هیچ مشکلی پیش نیومده و نتیجه منفی گزارش نشده. اگه طبق برنامه پیش بریم تا پایان ماه ژوئیه مرحله دوم آزمایش‌ها هم به پایان میرسه. چین میگوید در مهار گسترش ویروس کرونا موفق بوده، اما همچنان خبرهای زد و نقیض در این باره منتشر میشود. اینجا در ووهان شهروندان برای آزمایش کرونا صف کشیدند، چرا که گزارش هایی درباره ابتلای جمع بزرگی در این شهر به این ویروس منتشر شده. چین همزمان با کرونا با بحران روابطش با آمریکا نیز روبروست. روز جمعه و چند ساعت بعد از اینکه دونالد ترامپ تهدید کرد که ممکن است روابط کشورش را با چین به کلی قطع کند، وزارت خارجه چین این گونه واکنش نشان داد. حفظ توسعه پایدار روابط چین و آمریکا در راستای منافع بنیادین مردم دو کشور و به نفع صلح و ثبات جهان است. در حال حاضر چین و آمریکا باید همکاری‌های خود را برای مقابله با کرونا و شکست دادن این بحران گسترش دهند، اما این نیازمند برداشتن گام‌هایی از سوی آمریکا نیز هست. بحران اقتصادی ناشی از کرونا نه فقط چین و آمریکا، بلکه سراسر جهان را با خود درگیر کرده. اینجا در هند به تولید کنندگان اجازه داده شده تا 1/5 ظرفیت تولید را از سر بگیرند. این در حالی است که شیوع ویروس کرونا در هند رو به افزایش است و بانک جهانی نیز پذیرفته که با اهدای وامی 1 میلیارد دلاری به دولت این کشور کمک کند. اینجا هم در فیلیپین وضعیتی مشابه حاکم است و با وجود افزایش روزافزون تعداد مبتلایان به بیماری کووید 19، تلاش‌هایی برای کاهش محدودیت‌ها و سرگیری فعالیت‌ها آغاز شده. در این کشور تعداد مبتلایان به حدود 12,000 نفر رسیده و نشانه ای از مهار بحران نیز دیده نمی شود. خیابان‌های شلوغ مسکو نیز خبر از استراتژی مشابهی در روسیه می دهد. کشوری که در روز جمعه با بیش از 260,000 مورد ابتلا به بیماری کووید 19
بعد از آمریکا و اسپانیا سومین کشور جهان از نظر تعداد مبتلایان به این بیماری است، اما گام‌هایی برای کاهش محدودیت‌ها و سرگیری فعالیت‌های اقتصادی برداشته شده. اما کرونا همیشه و همه جا به نگرانی و گرفتاری و تلخ‌کامی گره نخورده. اینجا آشپزخانه است که به ابتکار شهرداری آنکارا راه افتاده تا برای نیازمندان غذا بپزد و توزیع کند. شهردار هم از ثروتمندان خواسته که بیکار ننشینند و در این روزگار دشوار با پرداخت قرض‌های شهروندان فقیرتر به بقالی‌هایی که نسیه جنس می‌دهند به همشهری‌های خود کمک کنند. در بلژیک هم طرفداران آبجوهای معروفی که توسط راهبان دیندار در دیرهای فرقه ترپیست تولید می‌شوند از جمعه می‌توانند دوباره آبجوهای محبوبشان را بخرند. کیوان حسینی، بی بی سی. همطور که در گزارش هم شنیدیم، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از احتمال قطع روابط کشورش با چین صحبت کرده. بهمن کلباسی خبرنگارمون در نیویورک با ماست. بهمن، به نظر میاد که بیشتر از همه همین بحران کرونا سایه انداخته بر انتخابات ریاست جمهوری در چین و حالا کاندیداهای ریاست جمهوری در مورد این موضوع صحبت میکنند. طبیعی است که این موضوع به خصوص بعد از اینکه آقای ترامپ اصرار داره که بگوید تقصیر وضعیت کرونا در آمریکا به عهده چینه، به موضوع اصلی دعوای سیاسی تبدیل بشه. ولی اون چیزی که پیامدهاش یکیش این است که طرفین دارن یکدیگر رو متهم میکنن به اینکه در برابر چین اونطور که باید و شاید نخواهن ایستاد اگر هر یک برنده انتخابات ریاست جمهوری بشن. آقای ترامپ میگوید آقای بایدن اگر رئیس جمهور بشه نمیتونه در برابر چینی که این کرونا رو به دنیا فرستاده و اونطور که باید شاید جلوش نایستاده و اطلاعات لازم رو نگذاشته، او نمیتونه در واقع به اندازه کافی مقابله بکنه و رئیس جمهوری خوب باشه. و آقای بایدن هم در مقابل تعریف و تمجیدهای آقای ترامپ رو برجسته کرده که چند ماه کردن. ولی در هر حال مسئله اصلی این است که اگر این وضعیت ادامه پیدا کنه به تبع این به یک فراتر از یک موضوع انتخاباتی بر روابط دو کشور هم تاثیر بنیادی میذاره. حتی چند سناتور جمهوری خواه هم بلافاصله یک طرحی رو به کنگره بردن برای تنبیه چین به خاطر اون چیزی که میگن سهل‌انگاری بوده در برخورد با کرونا و ندادن اطلاعات لازم به کشورهای دیگه. در نتیجه به سرعت این مسئله داره به یک مسئله نه تنها انتخاباتی بلکه به مشکل جدی در روابط پکن و واشنگتن تبدیل میشه. و واقعا آیا میتونیم بگیم که الان بین دو کشور جنگ سردی در گرفته؟ این اصطلاحی است که در 72 ساعت گذشته، 48 ساعت گذشته، پاکستان روابط چین و آمریکا ازش استفاده کردن که خب ما سالهاست کمتر بهش میپردازیم، ولی مثل دوران ارتش شوروی آمریکا حالا می‌بینیم که دارن میگن آمریکا و چین هم دارن وارد یک عرصه جنگ سرد میشن. البته باید اینو در نظر داشت که حرفای تندی که آقای ترامپ میزنه در مورد قطع روابط یا این حرفی که جمهوری خواهان میزنن برای تنبیه، طرح تنبیه چین، همه اینها شاید بعد از انتخابات صرف نظر از اینکه چه کسی ببره یه مقداری در دنیای واقعیت سیاست و عملگرایی کاهش پیدا کنه، ولی به تبع این حد از انتقاد به چین میتونه آغازگر یه مرحله ای از جنگ سرد بین دو کشور باشه. متشکرم از تو بهمن کلباسی در نیویورک. در همین حال سازمان بهداشت جهانی هشدار داده اگر اقدام‌های پیشگیرانه ناموفق باشد در سال اول همه‌گیری ویروس کرونا در آفریقا حدود 250 میلیون نفر به آن مبتلا خواهند شد. بر اساس پیش‌بینی پژوهشگران احتمالاً حدود 150 هزار نفر هم بر اثر ابتلا به بیماری کووید 19 در این قاره جان خود را از دست خواهند داد. محققان گفتند به دلیل جوانتر بودن جمعیت آفریقا میزان ابتلا و مرگ در این قاره کمتر از آمریکا و اروپا خواهد بود. همچنین گفته شده ویروس کرونا در آفریقا احتمالاً چند سال بیش از دیگر مناطق دنیا دوام خواهد داشت. آرش علایی مدیر انستیتوی جهانی آموزش و سلامتی از نیویورک با ما هستن. آقای علایی، چه چیزی آفریقا رو متفاوت میکنه با دیگر نقاط جهان در مقابله با کرونا؟ عرض سلام دارم خدمت شما و بینندگان محترم. ببینید، ما باید اول نگاه کنیم که چرا نگران گسترش بیماری هستیم. به خاطر اینکه
وقتی که بیماری گسترش پیدا میکنه در هر 100 نفر ما حدود 10 تا 15 نفر نیاز به اقدامات بهداشتی درمانی پیشرفته تر داره. یعنی برای اون 85 نفر به راحتی میتونن از این بیماری عبور کنن، ولی 10 تا 15 نفر اقداماتی بیشتری نیاز دارن و حدود 10% 5 تا 10% اقدامات خیلی پیشرفته بیمارستانی نیاز دارن. حالا در جوامع آفریقایی دسترسی به بیمارستان و خدمات تخصصی بهداشتی درمانی اونجا مشکله. به این سبب و همچنین پیشگیری های اولیه به خاطر بافت اجتماعی و باز هم دسترسی به امکانات اولیه آموزشی اونجا باز کمتر نسبت به قاره‌های دیگه، به این خاطره که هشدار داده میشه که اگر این بیماری در آفریقا گسترش پیدا کنه دچار مشکل میکنه جمعیت رو. بله بفرمایید. مثلا میخوام اینکه گفته شده بالای 80% 85% ممکنه بگیرن این بیماری رو ولی علائمش یا اصلا مشخص نباشه یا خفیف باشه، به چه علت هست؟ ببینید این تحقیقاتیه که شده، یعنی نوع ویروس به صورتیه که ببینید ما خود ویروس به تنهایی عامل شدید شدن و گرفتاری و فوت نیست. واکنش سیستم ایمنی با بارش یا طوفانی که سایتوکین ها که یکی از المنت هایی هستن که از سیستم ایمنی بیرون میان، اون باعث نارسایی حاد تنفسی میشه و این نارسایی حاد تنفسی افرادی که یا سن بالا دارن یا بیماری های زمینه دارن را دچار فوت میکنه و یا در افراد جوانسال اختلالات خونی یا اختلالات کلیوی ایجاد میکنه و اونها ما دیدیم در جوانها هم فوت هست، نه اینکه نباشه، ولی نسبت به سن بالا و نسبت به بیماری های افرادی که بیماری های مزمن دارن کمتر بوده. پس حالا اون تحقیقی که شما فرمودین که بعضی از محققان میگن که چون جمعیت آفریقا جوان شاید مرگ و میر کمتر باشه، این یک شایده. یعنی باید ببینیم که در آینده چه پیش میاد و دقیقا همین نگرانی اینجاست که حالا که اون 10% 15% نیاز پیدا میخوان بکنن با اقدامات درمانی و ما میدانیم 5% نیاز به اقدامات پیشرفته تنفسی دارن، در ICU باید برن، اونجا آفریقا به نظر میاد کمبود امکانات خواهد داشت و این نگران کننده خواهد. و اگر اینطور که گفته شده پیش بینی شده که ویروس کرونا در آفریقا احتمالاً چند سال بیشتر از مناطق دیگر دنیا دوام پیدا بکنه، وقت این چه چالشی رو برای دیگر کشورها به وجود میاره؟ ببینید این هیچ حرف دقیق و تضمین شده ای نیست که در آفریقا بیشتر دوام پیدا میکنه یا در اروپا یا در آمریکا. به نظر میرسه که اگر واکسن پیدا نشه و درمان قاطع، این در تمام دنیا این ادامه خواهد داشت ویروس. منتها در بعضی کشورها به خاطر اینکه ورود ویروس زودتر بوده، نگاه و شیوعش و پیدا شدنش و بروزش زودتر انجام شده، ولی در کشورهایی که دیرتر این ویروس وارد شده، این دیرتر صورت میگیره. ولی تا وقتی قطعاً واکسن و درمانی نداشته باشیم، این موضوع فقط مختص به آفریقا نخواهد بود، بلکه در تمام دنیا مردم باید آمادگی داشته باشن که با این ویروس زندگی کنن. متشکرم از شما آرش علایی، مدیر انستیتوی جهانی آموزش و سلامتی از نیویورک با ما. نگاهی دوباره به مهمترین عناوین خبری این برنامه. وزارت بهداشت ایران میگوید وضعیت در استان خوزستان همچنان قرمز است و آمار مبتلایان در 3 استان دیگر رو به افزایش. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر از چین بر سر شیوع ویروس کرونا انتقاد کرده، از احتمال قطع روابط دو کشور سخن گفت. در ادامه برنامه، ورود فاجعه بار ویروس کرونا به سرزمین جنگ و قحطی زده یمن. سازمان پزشکان بدون مرز میگوید مهاجمان به زایشگاه این نهاد در غرب کابل به قصد کشتن مادران بستری در این مرکز به آنجا حمله کردند. در این حمله 24 نفر که بیشترشان مادران و نوزادان بودند کشته و 16 نفر هم زخمی شدند. فردریک بونو مسئول سازمان پزشکان بدون مرز در افغانستان این حمله را یک کشتار سیستماتیک خوانده. در همین حال زلمه خلیلزاد فرستاده ویژه آمریکا برای صلح در افغانستان گفته این حمله کار گروه داعش بوده. از روین رهنوش همکارم در کابل در مورد جزئیات بیانیه سازمان پزشکان بدون مرز پرسیدم. روایتی که با این سازمان داره با روایت‌هایی که قبلا وجود داشت چندان تفاوت نداره. این سازمان گفته که
زمانی که مهاجمین حمله کردند در آغاز از دروازه اصلی وارد بیمارستان شدند و بعد مستقیم سراغ زایشگاه رفتند، یعنی به گونه مستقیم برای کشتن مادران آمده بودند. فردریک بونو رئیس بخش افغانستان این سازمان میگه که 26 مادر زمان حمله در زایشگاه بودند و وقتی که حمله صورت گرفته 10 نفرشان به اتاق امن منتقل شدند، اما 11 نفرشان کشته شدند و 5 نفر هم زخمی شدند. هرچند قبلا گفته شد که مهاجمان 3 نفر بوده، اما سازمان یونیسف گفته که هنوز تعداد مهاجمینی که حمله کردند مشخص نشده. سازمان MSF از 6 سال به این طرف بخش زایشگاه شفاخانه 100 بستر در دشت برچی کابل را پیش می برد و همونطور که می دانیم دشت برچی جایی که حمله به بیمارستان شده بیشتر البته شیعه‌نشین هست و به همین دلیل هم در روز اولی که حمله شده بود گمان ها و احتمالات بر این بود که شاید گروه داعش این حمله را انجام داده باشه. داعش مسئولیت این حمله را هنوز بر عهده نگرفته. آیا آمریکا شواهدی هم ارائه کرده مبنی بر اینکه داعش مسئول این حمله است؟ زلمه خلیلزاد فرستاده ویژه ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان را بامداد امروز در رشته توییت های گفت که آمریکا بررسی کرده که هر دو حمله کابل، حمله به بیمارستان در کابل و حمله در ننگرهار در یک مراسم جنازه، هر دو از طرف گروه داعش انجام شده. او گفته که داعش مخالف توافق صلح بین دولت و طالبان هست و میخواهد که مثل عراق و سوریه جنگ‌های فرقه‌ای را در افغانستان راه اندازی کنه. همینطور در توییت دیگری که مخاطبش دولت و طالبان هست گفته که به جای افتادن در دام داعش و ایجاد مانع و تأخیر در روند صلح باید با یک دیگر افغان‌ها، منظورش دولت و طالبان هست، با یک دیگر این تهدید را شکست بدن و فرصت تاریخی صلح را دنبال بکنند. سخنان توییت های آقای خلیلزاد متضاد با موقف دولت افغانستان هست که قبلا دست طالبان را در عقب این حمله ها دانست و روز سه‌شنبه در پایان روز محمد اشرف غنی در پیام ویدیویی به نیروهای امنیتی هم دستور داد که از حالت تدافعی بیرون شوند و حالت تهاجمی به خودشان بگیرند، که این ظاهرا منجر به یک حمله دیگر طالبان شد و حمله‌ای که دیروز در پکتیا شد را گروه طالبان گفت که در واکنش به این موضع طرزی دولت انجام داده. از طرف هم این اعلام و آغاز جنگ‌های دولت و طالبان به نظر می رسد که خلاف موضع و میل آمریکاست، چون همونطور که می دانیم در چندین نشست و در جریان بیش از 1.5 سال ایالات متحده آمریکا با گروه طالبان گفتگو کرد تا اینکه به یک توافقنامه حدود بیش از 2 ماه پیش دست یافت و به اساس این توافقنامه خشونت های حداقل مثل این حمله های این هفته کاهش قابل ملاحظه یافته بود و قرار بود که مذاکرات بین الافغانی هم برگزار شود که هنوز نشده. به همین دلیل تصور می شه که آمریکا در تلاش است این جنگی که یک بار دیگر بین طالبان و دولت این گونه شعله‌ور شده را فروکش بکند. روین رهنوش بود در کابل. در یمن چند مورد ابتلا به بیماری کووید 19 گزارش شده. این در حالی است که سازمان ملل هشدار داده بسیاری از موارد ابتلا به این در این کشور شناسایی نمی‌شوند. سیستم درمانی یمن به دلیل جنگ داخلی آسیب زیادی دیده. جنگ میان نیروهای دولتی مستقر در جنوب و شیعیان حوثی که در شمال کشور هستند جریان دارد. صنعا پایتخت یمن توسط نیروهای حوثی کنترل می‌شود. بی بی سی در یک دسترسی نادر توانسته از یک بیمارستان در این شهر دیدار کند، شهری که با امکانات کم پزشکی در شرف یک فاجعه بزرگ است. نوال مقافی گزارش می‌دهد. مردم اینجا دیگر از گلوله نمی‌ترسند. یاد گرفتند که با جنگ، گرسنگی و وبا زندگی کنند. و حالا تهدیدی جدید از راه رسیده، چیزی که کشورهای پیشرفته جهان را زیر و رو کرده. کرونا. در یمن اولین موارد ابتلا به صورت رسمی 10 آوریل اعلام شد. از آن زمان موارد دیگری هم در سراسر کشور شناسایی شد. نیمی از تأسیسات پزشکی یمن در طول جنگ نابود شده. این بیمارستان همچنان کار می‌کند. می‌گویند بهترین بیمارستان صنعا برای پذیرش بیماران مبتلا به کووید 19 است. به بی بی سی اجازه دسترسی به آن داده شد. این پرستار می‌داند که در این سیستم درمانی شکننده ویروس کرونا می‌تواند بسیار خطرناک باشد. می‌گوید این بیمارستان مرکز اصلی پذیرش مبتلایان به ویروس کرونا است.
16 تخت در بخش مراقبت‌های ویژه دارد و اگر شیوع ویروس بیشتر شود این تعداد کافی نخواهد بود. تنها 200 دستگاه تنفس مصنوعی برای جمعیت تقریبا 30 میلیونی وجود دارد. حوثی‌ها که مناطق شمالی کشور را در دست دارند تنها 2 مورد ابتلا و 1 مرگ را در صنعا گزارش کردند. اما منابع ما میگویند وضعیت بسیار بدتر است. تنها در صنعا موارد زیادی از ابتلا و مرگ بوده. سازمان ملل هشدار داده که ممکن است موارد ابتلا در یمن شناسایی نشوند. گزارش دادن در مورد ابتلا به کووید 19 توسط مقام ها ممنوع شده، اما ویدیوهایی مثل این در شبکه های اجتماعی منتشر می شوند. در سراسر کشور اقدام های پیشگیرانه کمی برای مهار کرونا انجام شده. در بعضی محله ها مساجد و بازارها تعطیل شدند، اما بسیاری هنوز به طرز وحشتناکی شلوغند. اینجا در این مرکز قرنطینه کارکنان بهداشتی در انتظار رسیدن موارد متعدد ابتلا به کووید 19 هستند. از 5 طبقه تنها یکیش آماده است. وسایل محافظتی و مواد ضد عفونی کننده کم داریم. هر 10 نفر از یک حمام استفاده می کنند. هر 2 نفر از یک اتاق. در کشوری که بدترین بحران انسانی را تجربه می کند، کارهای زیادی برای مقابله با کرونا باید انجام شود. مردم اینجا به شدت سوء تغذیه دارند. وبا و دیفتری کشور را فرا گرفته. بیش از 24 میلیون نفر به کمک‌های انسان دوستانه وابستند. محاصره اقتصادی توسط ائتلاف به رهبری عربستان اوضاع را بدتر کرده. حالا مقام‌های امدادرسانی آمریکا تصمیم گرفتند که کمک‌هایشان را متوقف کنند. قطع کمک تقریبا 70 میلیون دلاری که قرار بود به مردم در مناطق تحت کنترل حوثی‌ها در شمال برسد. مقام‌های آمریکایی حوثی‌ها را مقصر می‌دانند. وقتی این خطر هست که کمک‌ها اونجایی که باید برن نرن، باید کمک‌ها رو قطع کرد. کمک باید به مردمی برسه که بهش نیاز دارن، وگرنه اونها هستن که بیشترین آسیب رو می‌بینن. با وجود برقراری آتش‌بس برای کمک به مهار کرونا، درگیری‌ها همچنان ادامه دارد. جنگ یمن را به زانو درآورده. حالا با آمدن کرونا به نظر نمی‌رسد که این مردم روی آرامش را ببینند. نوال المگافی، بی بی سی نیوز. به ترتیب می‌رسیم به پایان این بخش خبر. ممنون که بیننده تلویزیون فارسی بی بی سی هستید.